هیچ معیشته. وقتی من برای الان خودم، برای آینده خودم هیچ امیدی ندارم و هیچ چشم‌اندازی نمی‌بینم، چگونه میتونم یه نفر دیگر رو به این جمعیت این کشور اضافه کنم یا به خانواده‌ام اضافه کنم؟ دومیش سیاست‌های محدودکننده ما گذاشتیم و مشکلاتی که مثلا من یکی از مسائل رو که حالا البته ممکنه میگن چون فمینیسته این حرفو میزنه، ولی بگن این قوانین تبعیض‌آمیز بین زن و مردا میدونن. چرا؟ چون من زن، حالا من نوعی، وقتی خودم درس خوندم، کارمو دارم، زندگیمو دارم میکنم، مگر دیوانم برم زیر سایه یه مردی که همه جوره بخواد بر من مسلط باشه و منو همه جوره بخواد کنترل کنه، محدودم کنه؟ حالا اگه مرد خوبی بود که بود، ولی به هر حال قانون اجازه میده که تمام این کارا رو بکنه دیگه. مثالاش هم داریم دیگه که همین قهرمانای ورزشی ما رو شوهرشون ممنوع خروج کردن. چرا؟ چون از اینا باج می‌خواستن بگیرن. مثلا اون گفته بود به اون دختر خونه‌تو به نام من کن تو من بذارم تو بری. آخه این شد حرف؟ قانون واقعا بعد اجازه چنین چیزی رو بده؟ و خب این مطلب دوم که قوانین تبعیض‌آمیز باعث میشه یه سری از خانم‌ها وارد ازدواج نشن. حالا آقایون هم به یه دلیل دیگه، مثلا مهریه‌های بالا. درسته. خب درسته که مهریه به نفع زنه، ولی با این قوانین تبعیض‌آمیزی که زن‌ها رسیدن به اونجا که